دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه قانون تأسیس نیروی فضایی آمریکا را امضا کرد. این نیرو بخشی از نیروی هوایی آمریکا خواهد بود و جدیدترین شاخه نظامی در ارتش آمریکا پس از 70 سال سازوکار ثابت ارتش ایالات متحده به شمار می رود. در مورد این نیرو خبرهای بسیاری مخابره شده است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شد قابلیت بسیار ویژه، مهلک و مخرب این نیرو در برابر کشورهایی همچون ایران است که شاید دانستن آن اصلاً به مزاق رژیم خامنه ای و دوستدارانش خوش نیاید، چرا که عملاً ایران توانایی کوچکترین دفاعی در برابر تهدید بالقوه نیروی فضایی آمریکا را نخواهد داشت. اما این تهدید چیست و چگونه میتوان از فضا یک کشور را تهدید کرد؟ دونالد ترامپ روز جمعه در مراسم امضای این قانون در پایگاه اندورز در خارج از واشنگتن با اشاره به اینکه فضا جدیدترین حوزه جنگ در جهان است گفت که در میان تهدیدات جدی که پیش روی امنیت ملی ماست، برتری آمریکا در فضا امری کاملا حیاتی است. ما در این زمینه پیشرو هستیم، اما نه به اندازه کافی و به زودی خیلی ها از ما جلو خواهند زد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تشکیل نیروی فضایی را فصلی بزرگ در تاریخ نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز آن را لحظه‌ای حماسی در تاریخ نظامی اخیر ایالات متحده ارزیابی کرد. با این حال دموکرات‌ها با تبدیل این نیرو به شاخه‌ای مستقل و جداگانه در ارتش آمریکا مخالفت می‌کنند. هزینه تأسیس نیروی فضایی آمریکا تنها در بخشی از بودجه امسال 1.4 میلیارد دلار از بودجه پنتاگون پیش بینی شده است. اما بیاییم مرور کنیم و ببینیم چنین نیرویی با چنین هزینه‌ای چه قابلیتی خواهد داشت و چرا باید ایالات متحده آمریکا به سراغ آن برود. در نگاه اول شاید گفته شود که ایالات متحده ماهواره‌ها، فضاپیماها و تأسیسات بسیاری در فضا برپا کرده است و آنها در معرض تهدیدهای موشکی کشورهایی همچون روسیه، چین و کره شمالی هستند. اما این تنها یک نگاه ساده انگارانه به این موضوع است و نیروی فضایی قدرت تخریبی بر روی زمین خواهد داشت که به سختی میتوان سامانه ای برای دفاع در برابر آن ایجاد نمود. برای درک بهتر این موضوع اجازه دهید مکانیزم موشک های بالستیک را که اکنون از مخرب ترین سلاح ها به شمار می روند مرور کنیم. موشک بالستیک به موشک هایی می گویند که تا ارتفاع بسیار بالایی اوج می گیرند که قسمتی را با موتور و مابقی را با استفاده از نیروی جاذبه زمین به سمت هدف می روند که مانند یک سقوط آزاد، البته با هدایت صحیح است. موشک های بالستیک معمولا ارتفاع بسیار بالایی می گیرند و برخی از آنها که برد بسیار بالایی دارند حتی از جو زمین نیز خارج می شوند. موشک بالستیک در حقیقت یک سیستم شامل سیستم رهیابی و محفظه حمله مهمات است که اساساً علیه اهداف زمینی و سطحی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع گوناگون موشک های بالستیک معمولاً بر حسب برد آنها طبقه بندی می شوند. نوعی خاص از موشک های بالستیک وجود دارد که از زیر دریایی ها شلیک می شود تا حداقل توان ردیابی توسط دشمن را داشته باشد. در ساخت موشک های بالستیک، مبحث پیشرانه که مشخص کننده برد موشک است مهمترین مسئله محسوب می شود. در برابر موشک های بالستیک راهکارهای دفاعی بسیاری توسعه داده شده است، چرا که این موشک ها قابل ردیابی هستند. برای مثال فرض کنید که ایالات متحده بخواهد توسط یک موشک بالستیک تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. در چنان شرایطی متحدان ایران مانند چین و روسیه در صورتی که بخواهند به ایران کمک برسانند توسط ماهواره‌ها و سیستم‌های ردیابشان حرکت موشک بالستیک را رصد می‌کنند و می‌توانند در زمانی مناسب عکس‌العمل مناسب را نشان دهند. اما حال فرض کنید که ایالات متحده
در قالب برنامه نیروی نظامی فضایی خود یک پایگاه موشکی را در خارج از جو زمین دایر کند. می دانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، درست حد زدید. موشک ها از نقطه شلیک خواهند شد و از نقطه وارد جو زمین می شوند که هیچ سیستم ردیاب ضد موشکی مانند S-300 یا S-400 یا حتی S-500 آینده یا هر سیستم پیچیده دیگری که اکنون موجود است قادر به ردیابی آن نخواهد بود. و زمانی رادارها و سامانه‌های پدافندی از نزدیک شدن آن آگاه می‌شوند که تنها چند ثانیه برای مقابله با آن وقت خواهند داشت و این در عمل یعنی ناتوانی محض در برابر این سامانه. با دستور تشکیل نیروی فضایی، این نخستین بار پس از تصویب لایحه امنیت ملی در سال 1947 است که یک شاخه جدید به نیروهای مسلح آمریکا افزوده می شود. فرماندهی فضایی نیروی هوایی ایالات متحده، یک فرماندهی ارشد در بخش فرماندهی راهبردی نیروی هوایی وزارت دفاع ایالات متحده است. پایگاه اصلی این فرماندهی در پایگاه هوایی پیترسون کلرادو قرار گرفته است. این فرماندهی پشتیبان عملیات‌های نظامی ایالات متحده در سراسر جهان با انواع ماهواره‌ها و عملیات سایبری نیز خواهد بود و تقریباً نزدیک به 47,000 نفر در سراسر جهان عملیات آن را انجام می‌دهند. بر اساس گزارش رسانه‌های همچون CNN و رویترز، شاخه جدید نیروی فضایی جدا از نیروی هوایی اما برابر با آن خواهد بود. به گفته ترامپ، تنها حضور ایالات متحده در فضا کافی نیست، بلکه این کشور باید بر فضا سلطه داشته باشد. او گفته است که نمی‌خواهد شاهد سلطه چین یا کشورهای دیگر در فضا باشد. شاخه جدید نیروی فضایی دارای قدرتی مشابه سایر شاخه‌های نیروهای مسلح آمریکا خواهد بود و بر عملیات‌های فضایی و سایبری فضایی از جمله مدیریت و پرتاب ماهواره‌ها و همه فعالیت‌های گروه‌های نظامی تا پرتاب موشک‌های بالستیک نظارت خواهد کرد. اما برخلاف ناسا که عمدتاً روی اکتشافات فضایی و کشف علمی متمرکز است، نیروی فضایی جدید بر جنبه‌های نظامی و دفاع از فضا تمرکز خواهد داشت. CNN در گزارشی در خصوص دلایل آمریکا برای تشکیل چنین نیرویی می‌نویسد که در فضا عملیات‌های نظامی و غیر نظامی انجام می‌شود که ممکن است با هم تداخل کنند. ناوبری ماهواره از سیستم موقعیت یاب GPS استفاده می‌کند که ارتش آمریکا اختراع کرد و بعد از مدت‌ها اجازه استفاده غیر نظامی از آن صادر شد. الکساندرا استیکنز، کارشناس امنیت فضایی در مؤسسه رویال یونایتدز، میگوید که مردم احتمالاً هنوز نمی‌دانند که فضا همین الان هم محیطی نظامی است. این در اصل اتفاقی است که در دهه 60 افتاده است. در جریان جنگ سرد، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در فضا نمی‌جنگیدند، اما از ماهواره‌های جاسوسی استفاده می‌کردند. در آن زمان آمریکا یک موشک هسته‌ای ضد ماهواره را در اقیانوس آرام مستقر کرده بود و اتحاد جماهیر شوروی هم سلاحی در اختیار داشت که می‌توانست ماهواره در حال گردش را بزند. بنابر تحقیقات بنیاد سکیور ورلد که امکانات نظامی در فضا را ثبت می‌کند، چین، روسیه و آمریکا سلاح‌هایی را آزمایش کردند که می‌توانند ماهواره‌ها را نابود کنند. این تسلیحات موشک‌هایی هستند که مستقیماً از زمین به سمت یک ماهواره در حال گردش در مدار زمین پرتاب می‌شوند. این سلاح‌ها با نام هم‌مدار شناخته می‌شوند و در واقع ماهواره‌هایی هستند که با موشک از زمین پرتاب می‌شوند. ماهواره بعد از جدا شدن موشک خود را به مدار ماهواره هدف می‌رساند و به آن متصل شده و سپس آن را منهدم می‌کند. پیشتر در سال 2007 چین یک موشک ضد ماهواره به فضا فرستاد تا ماهواره‌ای هواشناسی را که در مداری 800 کیلومتری زمین می‌چرخید ویران کند که این آزمایش موفقیت آمیز بود. علاوه بر این
واشنگتن مدعی است که روسیه در حال طراحی یک سامانه لیزری هوایی است که هدف آن اخلال در سامانه‌های فضایی ایالات متحده است. پنتاگون نیز ادعا می‌کند که روسیه برای نابود کردن ماهواره‌های آمریکا در حال توسعه موشک‌هایی است که از هواپیماهای جنگنده پرتاب می‌شود. دریادار سسیل هینی، رئیس سابق فرماندهی راهبردی ایالات متحده، می‌گوید که آمریکا باید روی موضوع ظرفیت‌های احتمالی دشمنان بیشتر مطالعه کرده و بودجه برنامه‌های فضایی و آمادگی کلی را بیشتر کند. هرچند آمریکا با این ادعا که چین و روسیه در حال انجام اقدامات نظامی در فضا هستند، اهداف فضایی خود را پیش می‌برد، اما روسیه و چین در سال 2008 پیشنویس یک توافقنامه بین‌المللی به منظور جلوگیری از استقرار تسلیحات در فضا را به کنفرانس خلع سلاح ژنو پیشنهاد دادند که آمریکا تا کنون آن را وتو کرده است و اکنون هم نشان داد که هیچگاه اجازه چنین خلع سلاحی را حداقل برای خودش نخواهد داد. با توجه به این مسئله، روسیه در سال 2014 پیشنویس قطعنامه‌ای برای جلوگیری از استقرار تسلیحات در فضا را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد که بار دیگر با مخالفت‌های آمریکا و همپیمانان این کشور مواجه شد. در همین رابطه رویترز در گزارشی می‌نویسد که شواهد نشان می‌دهد که دولت ترامپ فضا را در کنار زمین، دریا و هوا به عنوان یک میدان جنگی جدید برای خود تعریف کرده است. مایک پنس همچنین در سخنرانی خود در پنتاگون مدعی شد که تاریخ به ما می‌گوید که صلح تنها از طریق قدرت قابل دستیابی است. او همچنین گفت که نسل بعدی مردم آمریکا با تهدیدات جدی از سمت فضا مواجه خواهند بود و برای مقابله با آنها لباس ارتش ایالات متحده را به تن خواهند کرد. معاون ترامپ چند ماه پیش نیز گفته بود که آمریکا باید نیروی فضایی خود را در آینده به اندازه نیروی زمینی تقویت کند. کم نیستند افرادی که مانند پنس معتقدند آمریکا در آینده نچندان دور با تهدیدات جدیدی در عرصه فضا مواجه خواهد بود. ژنرال دیوید گلادفین، رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا، اخیراً در سخنرانی خود در نشست سالانه نیروی هوایی گفت که باور دارد انسان تا چند سال آینده به جنگ فضایی خواهد پرداخت. وی همچنین گفت که ارتش ایالات متحده آمریکا برای افزایش قدرت نظامی خود به استفاده از اطلاعات در تمام زمینه‌های مربوط به جنگ از جمله هوایی، سایبری، زمینی، دریایی و فضایی احتیاج دارد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، نیز اعلام کرد که پنتاگون با طرح تشکیل نیروی فضایی و در نظر گرفتن فضا به عنوان یک میدان جدید مبارزه کاملا موافق است و در نظر دارد تا پیش از شکل‌گیری نیروی فضایی یک فرماندهی رزمی مربوط به آن را ایجاد کند. ماتیس اضافه کرد که پنتاگون نگرانی‌های ترامپ درباره حفاظت از دارایی‌های آمریکا در فضا را کاملا درک می‌کند. او گفت: ما قصد داریم این مسئله را مورد توجه قرار دهیم، زیرا دیگر کشورها نشان دادند که توانایی حمله به این دارایی‌ها را دارند. علاوه بر این، مدیر ناسا نیز ماه گذشته در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفته بود که روش زندگی در آمریکا اکنون دیگر وابسته به فضا است. اگر ما سیگنال های جی پی اس را از دست بدهیم، هیچ انتقال بانکی در داخل صورت نمی گیرد و هیچ ماده غذایی در فروشگاه ها وجود نخواهد داشت و زندگی ما از بین خواهد رفت. و به همین دلیل است که کشورهای متخاصم در سراسر جهان اقداماتی را برای آسیب زدن به این قابلیت‌های آمریکا در پیش گرفتند. اما مخالفان چه می‌گویند؟ برخی از مخالفان ترامپ استدلال می‌کنند که تشکیل نیروی فضایی نیاز به تشریفات وقت‌گیری دارد و برخی از ناظران سیاسی نیز هشدار دادند که نیروی فضایی می‌تواند موجب به راه افتادن یک رقابت تسلیحاتی در فضا شود. منتقدان معتقدند که تشکیل چنین نیرویی در حالی که بخش اعظمی از مأموریت‌های تعریف شده برای آن هم اکنون توسط نیروی هوایی ارتش انجام می‌شود،
یک اقدام غیر ضروری و هزینه بر است. آمریکا، روسیه و چین هر سه از تولید کنندگان بزرگ تسلیحات در جهان هستند و بازار تسلیحاتی جهان در قبضه این سه قدرت است. بنابراین شکل گرفتن یک بازار تسلیحاتی جدید با نام بازار تسلیحات فضایی امریست که سود بیشتری را نیز به جیب تولید کنندگان جنگ افزارها سرازیر می کند و شاید از همین رو باشد که ترامپ بر تشکیل نیروی فضایی آمریکا نیز تأکید دارد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.